به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان. امروز میخوایم در مورد مفهوم و انواع ماشین های گرمایی با شما صحبت کنیم. خب اگه خاطرتون باشه ما در انتهای جلسه قبل یک سوالی پرسیدیم و این سوالو گفتیم روش فکر کنید که به نظر شما چرخه گرمایی، چرخه ترمودینامیکی اساساً اهمیتش برای چیه. خب حالا این سوال تو ذهنتون، گوشه ذهنتون باشه. میخوایم امروز وارد مفهوم و انواع ماشین‌های گرمایی بشیم. خب نگاه کنید آقایون، داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اینجا شروع میشه که منابع انرژی موجود در کره زمین نوعش با اون نوعی که ما میخواییم مصرف کنیم همخونی نداره. گرفتین داستان از چه قراره؟ یه بار دیگه، منابع انرژی موجود در کره زمین با اون نوعی که ما میخواییم مصرف کنیم همخونی نداره. منابع انرژی موجود انرژی های غالبا گرمایی هن. نگاه کنید، منابع حالت و نوع منابع انرژی نوع منابع انرژی موجود این چیه؟ اینا غالبا گرماییه. ببینید یعنی چه؟ ما چاه نفت داریم، مخازن نمیدونم گاز داریم، استخراج هایی که الان داره در دنیا صورت میگیره، در همه جای دنیا استخراج ها منتهی میشه به زغال سنگ، نفت، گاز و میعانات از این دسته. ببینید چیه؟ ما چقدر از این نفت، گاز و حالا زغال سنگی که استخراج میشه در هر روز در دنیا، ما اینو برای گرم کردن نیاز داریم؟ خیلی اندکه. نگاه کنید، خیلی اندکه. یعنی نوع منابع انرژی موجود در کره زمین غالباً به صورت منابع گرمایی هستند یا انرژی گرمایی هستند. مخازن نفت، مخازن گاز، مخازن زغال سنگ و از این دست. انرژی خورشیدی، انرژی هسته‌ای. نگاه کنید، انرژی هسته‌ای هم در اثر شکافت هسته الکتریسته آزاد نمیشه، گرما آزاد میشه، درسته؟ اما نوع انرژی مورد نیاز بشر، نوع انرژی مورد نیاز بشر انرژی گرمایی نیست، انرژی مکانیکی، انرژی حرکتیه. اینه انرژی حرکتیه. این چیه؟ شما الان میخواین از خونه بیاین مدرسه، به چه انرژی نیاز دارید؟ انرژی مکانیکی، انرژی حرکتی. همین برقی که شما تولید در حقیقت براتون تولید میشه و شما استفاده میکنید، این برق از انرژی حرکتی ایجاد میشه. این چیه؟ یعنی این که در نیروگاه میان یک وسیله‌ای به اسم توربین رو میچرخونن، از حرکت توربین برق درست میشه، از حرکت توربین برق درست میشه. اگه شما توربین حرکت نکنه برقی هم ایجاد نمیشه، درست شد؟ میبینید یه تضادی بین آن چیزی که موجوده با آن چیزی که مورد نیازه وجود داره. نگاه کنید، منابع عظیم انرژی در کره زمین انرژی گرمایی هست، منابع انرژی مورد نیاز بشر انرژی حرکتیه. ماشین شما انرژی حرکتی داره که شما رو ور، انرژی جنبشی داره، انرژی مکانیکی داره. این برقی که الان ما داریم اینجا ازش استفاده میکنیم، شما دارید استفاده میکنید، در اثر حرکت توربین درست میشه، درست شد؟ حالا این سوال مطرح میشه که میشه که مثلا یه موردی رو پیدا کنید که این تناقض وجود نداشته باشه؟ بله، انرژی باد. انرژی باد چیه؟
انرژی مکانیکیه. انرژی باد میخوره به توربین‌های بادی، انرژی مکانیکی تبدیل میشه به انرژی دوباره مکانیکی توربین و انرژی الکتریکی. اینجا دیگه پای انرژی گرمایی وسط نمیاد. ولی شما فکر میکنین چند درصد برق کره زمین الان داره از باد تهیه میشه؟ اصلا واقعا ناچیزه، واقعا ناچیزه. انرژی هسته‌ای هم بچه ها انرژی گرمایی محسوب میشه. اینی که ما فکر میکنیم انرژی هسته‌ای یه چیز متفاوتیه اشتباس. نهایی در پدیده شکافته هسته اون چیزی که تولید میشه باز دوباره گرماست. ما باید این گرما رو دوباره تبدیل کنیم به انرژی حرکتی، درست شد؟ برای همین ما همینطور که الان شما دارید روی تابلو میبینید، ما که نه، بشریت اینجا واسه تبدیل این، برای تبدیل این انرژی، برای تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی یا مکانیکی کلن سر کار بوده، مشکل داشته. و اینکه انرژی حرکتی یا مکانیکی خالص در دنیا کم هست، گفتم مثل انرژی باد، مثل انرژی نمیدونم مثلا توربین آبی، آره اینا یه طرف داستان انرژی گرمایی است. بشر همیشه برای تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی مشکل داشت. مشکل که نه، اصلا این مسئلهش بوده. مسئله اصلی بشر تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی یا حرکتی بوده. این به عنوان یه نکته خیلی مهم برای تمام فیزیکدان‌ها، مهندسین بوده که آقا ما گرما رو چجوری تبدیل کنیم به حرکت. این اتفاق الان داره تو موتور ماشین همه ما میفته، میفهمید؟ ماشینتون رو که سوار میشید، پدرتون که میاد شما رو از مدرسه ببره خونه، از خونه بیاره مدرسه، داخل ماشین چیه؟ داخل ماشین بنزینه. داخل باک ماشین بنزینه. بنزین چی داره؟ انرژی گرمایی. نگاه کنید، بنزین انرژی گرمایی داره. به وسیله یک تمهیداتی که در یک خودرو دیدن، انرژی گرمایی بنزین تبدیل میشه به انرژی حرکتی. می‌بینید؟ یعنی یکی از چیزایی که الان شما باید بدونید اینه که دقیقاً ماشین به معنی خودرو، گرفتین؟ مجموعه قطعات ماشین. یکی از کارهایی که انجام میده اینه که انرژی گرمایی بنزین رو تبدیل میکنه به انرژی حرکتی. حالا بریم توی هواپیما. باز موتور هواپیما، موتورهای جت هواپیما، انرژی گرمایی سوخت هواپیما رو که خیلی قوی تر از بنزین هست و ترکیب فوق العاده خطرناکتر و قوی تری هست، اونو تبدیل میکنه به حرکت هواپیما. در حقیقت بریم توی کشتی، بریم توی نمیدونم انواع و اقسام وسایل نقلیه، همه داره این اتفاق درش میفته. حالا بریم توی نیروگاه ها. تو نیروگاه ها یا همین اصطلاحا پاور پلنت ها هم همین داره اتفاق میفته دیگه. خودتون رفتین دیدین دیگه، گاز، گازوئیل، مازوت با اون مقیاس بسیار عظیم وارد میشه. خب ما که نمیخواستیم اونجا گاز به مردم بدیم، ما اونجا میخواستیم برق به مردم تحویل بدیم. اون گاز در نیروگاه در حقیقت سوخته میشه، باعث یه داستانه میشه، حرکت توربین و اینا تبدیل میشه به انرژی حرکتی یا مکانیک. سوالی که اینجا مطرح میشه همیشه برای بشر بوده اینه که این تبدیل انرژی گرمایی به انرژی در حقیقت حرکتی یا مکانیکی با کمک چه کسی و چگونه باید اتفاق بیفته؟ اگه میخواییم پس سوال یادداشت کنیم. اینجا ما یه سوال داریم، در حقیقت میتونیم بگیم دو تا سوال داریم. این سوال چیه؟ این پرسش چیه؟ این پرسش اینه، نگاه کنید، سوال، پرسش، تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی یا حرکتی یا جنبشی، درسته؟
با کمک یا مثلا به وسیله چه کسی و چگونه اتفاق میفته؟ به وسیله چه کسی و چگونه اتفاق میفته؟ این سوال خیلی سوال ارزشمندیه. تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی به وسیله چه کسی و چگونه اتفاق میفته؟ خب ما این گرما رو بدیمش به چه فردی تا اون به ما حرکت بده، درسته؟ و چگونه این اتفاق میفته؟ این سوال رو روش فکر کنید. یعنی اگر میخواین الان جواب اینو نبینید، همین الان این یه برای 5 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، هر مقداری که میخواین فکر کنید، این فیلم رو قطع کنید، یه چند لحظه، چند دقیقه رو این سوال فکر کنید. جواب این اینه، به وسیله چه کسی؟ این جواب چه کسی اینه؟ به وسیله یک گاز. چرا یک گاز؟ این دلیلشو کسی میتونه بگه؟ دلیل این که ما خب چرا مثلا از جامد استفاده نمی کنیم؟ و چرا مثلا از یه مایع، چرا این گرما رو باید بدیم به یه گاز؟ چرا نمیدیم به آب؟ چرا نمیدیم به نفت؟ چرا نمیدیم به الکل؟ چرا نمیدیم به گلیسرین مثلا؟ چرا نمیدیم به آهن؟ چرا نمیدیم مثلا به مس؟ چرا باید یه گاز باشه؟ این دلیلش خیلی جالبه. دلیل اینو اگه بتونید پیدا کنید خوبه. و چگونه؟ جواب چگونه اینه که به کمک ماشین گرمایی. پس الان فهمیدین ماشین گرمایی چیه. ماشین گرمایی وسیله است که به کمک یک گاز گرما رو به حرکت تبدیل میکنه. ماشین گرمایی یک وسیله است که به کمک یک گاز گرما رو به حرکت تبدیل میکنه. خوب دقت کنید، درسته؟ این سوالم باز خیلی خوبه که چرا یه گاز. من اگه بخوام کمک کنم بهتون که به این سوال جواب بدین، بهترین نوع کمک به این سوال اینه که میتونید دلیل این پدیده رو، این اتفاق و این انتخاب رو در انبساط فوق‌العاده زیاد گاز ببینید، که برای اینکه ما حرارت رو به حرکت تبدیل کنیم، کسی بهترین انتخاب برای ما هست که با گرفتن اون گرما بیشترین انبساط رو داشته باشه. یه بار دیگه به این جمله دقت کنید. برای تبدیل گرما به حرکت، بهترین انتخاب کسی است که با گرفتن گرما بیشترین انبساط رو داشته باشه. و چگونه؟ به کمک ماشین گرمایی. پس الان شما فهمیدید ماشین گرمایی، یا در مهندسی و علم فیزیک بهش میگن هیت انجین. هیت انجین یا HE. هیت انجین ها یا ماشین های گرمایی وسایلی هستند که هیت انجین ها یا ماشین های گرمایی وسایلی هستند که انرژی گرمایی رو به انرژی حرکتی تبدیل میکنن. نگاه کنید بچه ها، این هیت انجین ها یا ماشین های گرمایی از کوچیک هست تا ابعاد خیلی بزرگ. نگاه کنید، موتور یک موتورسیکلت، موتور یک پراید، موتور یک نمیدونم مثلا کامیون، موتور یک تریلی، موتور یک هواپیما، موتور یک کشتی، موتور یک مثلا چه میدونم موشک، تا برسیم به نیروگاه ها، همه اینها هیت انجین محسوب میشن. در تمام اینها نگاه کنید، شما الان کاری نداره یه ماشین کوچولو انتخاب کنید، ماشین کم حجم،
مثلا همین پراید، نمیدونم مثلا پراید مثلا حجم موتورش مثلا 1300 1400 هر چی که هست، پژو مثلا یه پژو 206 حجم موتورش مثلا 1000 نمیدونم 500 1600 هر چیزی، این در موتور اینو یا همون اصطلاح هم میگن کاپوت اینو بزنید بالا، موتور چیز اینقدری هیچ چیز اینقدری درسته، نمیدونم گیرباکس و اینا رو ول کنید، تجهیزات این چیز اینقدری، این وظیفه این یه چیز اینقدری چیه؟ بنزین رو تبدیل به حرکت میکنه، حرکت میلنگ. حالا اینی که این حرکت میلنگ به چه نحوی منتقل میشه به چرخا، دنده میخوره، اونو بذارید کنار، اونو نمیخوام بگم اون اهمیت نداره، میگم اون الان فعلا تو این بحث ما جا نمیشه. درسته، حالا برید یه دونه تریلی رو نگاه کنید، موتور اون رو نگاه کنید، موتور انقدری پراید تبدیل میشه به یه موتوری که مثلا 4 برابر این میزه، درسته، تبدیل میشه به یه چیز مثلا انقدری، موتور تریلی دیگه انقدر نیست دیگه، موتور تریلی 4 برابر اونه، 3 برابر موتور اونه، یه چیز خیلی عظیم میشه. خب حالا اون چی کار میکنه؟ اونم گازوئیل رو میگیره تبدیل میکنه به حرکت، حرکت میلنگ، حرکت میلنگ رو تبدیل میکنه به حرکت تریلی. حالا بریم موتور کشتی رو ببینیم، موتور کشتی 3 برابر این اتاقه، 4 برابر این اتاقه، یعنی دیگه با موتور انقدری پراید قابل قیاس نیست. گرفتین؟ 4 تا از این اتاقا رو بذارید کنار هم دیگه میشه موتور یه نفتکش. اون چی کار میکنه؟ اونم سوخت مثلا مازوت نفتکش رو تبدیل میکنه به حرکت پروانه، پروانه‌ای که تو آب داره میچرخه، نفتکش میره جلو. حالا بریم موتور یه هواپیما رو ببینیم، موتور یه هواپیما رو ببینیم، یه دفعه که مثلا دارید سوار هواپیما میشید، دارید پلکان میریم بالا، به موتور هواپیما نگاه کنید، یا فرض کنید رفتین کنارش، اون هم چیز عظیمیه دیگه، درسته، موتور هواپیما مثلا 1.5 برابر طولش مثلا یا اندازه مثلا این اتاق یا 1.5 برابر اینه. اون چی کار میکنه؟ اونم سوخت جت هواپیما رو تبدیل میکنه به حرکت، تبدیل میکنه به حرکت. حالا بریم نیروگاه برق رو ببینیم. نیروگاه برق چی کار میکنه؟ لوله گاز خاطرتون هست دیگه، نیروگاه برق رو با هم دیگه رفتیم دیدیم، یه لوله گاز بود مثلا اینقدر قطرش بود، از توی این گاز می اومد. خب گاز چی داره؟ گاز انرژی گرمایی داره بچه ها، گاز انرژی گرمایی داره، درست شد؟ گاز انرژی گرمایی داره، این گاز سوخته میشه تبدیل میشه به انرژی حرکتی، حرکت توربین و برق ازش درست میشه. خب نگاه کنید، این هیت انجین ها کوچیک داره، بزرگ داره، درشت داره، ریز داره، ولی ذاتشون، این هیت انجین ها در حقیقت ذات همشون یه چیزه، تبدیل گرما به حرکت، درسته. حالا بریم انواع اینا رو ببینیم. نگاه کنید آقایون، این هیت انجین ها غالبا به 2 دسته کلی تقسیم میشن. ما پس مفهومش رو فهمیدید، اینی که چه کسی تبدیل میکنه گرما رو به حرکت، گاز تبدیل میکنه، چگونه به کمک هیت انجین، حالا در مورد این صحبت میکنه. ماشین های گرمایی بچه ها 2 نوعن، درونسوز، برونسوز، برونسوز، درونسوز. ماشین های در حقیقت برونسوز غالبا مثلا ماشین هایی هستند، یا اینا رو بعدا تعریف میکنیم، عملیات سوختن در بیرون موتور اتفاق میفته، درسته. ماشین های درون سوز عملیات آزاد شدن گرما در قلب موتور اتفاق میفته و شما اونو نمیتونید ببینید، درسته. ماشین های برونسوز نمونه مثلا خیلی واضحش ماشین بخاره، که حالا در این مورد صحبت میکنیم.
ماشین های درون سوز هم ماشین های درون سوز هم نمونه خیلی واضحش موتور بنزینیه. موتور بنزینی. همین موتور بنزینی موتوری که توی ماشین استفاده میشه. همین ماشین خودرو. درسته ماشین بخار یا اونجا میتونیم به جای ماشین بخار حتی بذاریم نیروگاه بخار حتی. نگاه کنید نیروگاه بخار. نیروگاه بخار که این نیروگاه بخارم شما دیدید. حالا انواع و اقسام باز هم داره، مثلا نمیدونم مثلا رفت و برگشتی، توربینی، مثلا ماشین های درون سوز رفت و برگشتی، میگم مثلا مثل موتور بنزینی، ماشین های نمیدونم درون سوز مثلا توربینی مثل موتور جت. به صورت خاص میخوایم در مورد این دوتا، یعنی موتور بنزینی و نیروگاه بخار، یه صحبت کلی داشته باشیم. پس تا اینجا مرور رو انجام بدیم. یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه شما حتما به خاطر داشته باشید اینه که هر ماشین گرمایی یک در حقیقت مجموعه خیلی مهمی باید درش تعریف بشه. یکی همون گاز یا اون سیالیه که وظیفه در حقیقت تبدیل گرما به انرژی حرارتی رو داره، و دو تام در حقیقت منبع گرمایی که حالا در این مورد صحبت میکنیم. من پیشنهادم اینه که اول با همون نیروگاه بخار شروع کنیم، بیایم ببینیم چجوری کار میکنه. بیایم اول با این شروع کنیم، نیروگاه یا ماشین بخار. بیایم نگاه کنیم نیروگاه بخار، اینو دیدین حتی بازدید داشتین، نیروگاه بخار. خب این نیروگاه رو کجا دیدین؟ این نیروگاه رو تو همین بازدیدی که در همین بازدیدی که داشتین از نیروگاه برق شهر قم دیدید نیروگاه بخار رو. من نیروگاه بخار رو میخوام یک نگاه جامع و کلی داشته باشید. یادتون هستش که چه قسمتایی داشت؟ نگاه کنید نیروگاه بخار، اولا این جای تابلو رو نگاه کنید، اون گازی که میخواد حرارت بگیره، نگاه کنید سوال رو نگاه کنید، تبدیل انرژی گرمایی به انرژی مکانیکی به واسطه چه کسی؟ گفتیم این یه گازه. این گاز کیه تو نیروگاه بخار؟ بخاره. ببینی این گاز کیه؟ این بخاره، بخار آبه. موقعی که میگیم اینجا بخار، منظورمون بخار آبه. پس کسی که حرارت رو میگیره و این حرارت رو تبدیل به حرکت میکنه بخار هست، بخار آب هست. حالا چگونه است؟ همه اون اتفاقات رو یک بار با هم دیگه مرور میکنیم. نگاه کنید آقایون، این آب پرفشاره توی این لوله. ببینید توی این لوله آب پرفشاره. موقعی که بچه ها میگیم آب پرفشار، موقعی که میگیم آب پرفشار، منظورمون مثلا فشار یه اتمسفر، دو اتمسفر، سه اتمسفر نیست. دقت کنید عدداتونو، شماها دیگه آدمایی نیستید که مثلا این عدد ما، شماها رفتین خود نیروگاهو از نزدیک دیدین، شماها خودتون نیروگاه رو و توی نیروگاه حرکت کردین. این آب پرفشار، آب تقریبا، اون صحبت‌های مهندس توی نیروگاه یادتون باشه 80 تا 85 اتمسفره. آب پرفشاری که ما الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم یه چیزی، من عددهای واقعی رو دارم بهتون میگم، عددهایی که اون روز باید دقت میکردیم و خاطرتون میبود، مهندسه توضیح داد به شما آقای مهندس، یه چیزی بین 80 تا 85 اتمسفره. شما دیگه فشار هم خوندین، 80 اتمسفر، هر اتمسفر معادل 10 متر ستون 10 متری آبه.
80 اتمسفر، یعنی لوله‌ای که توش آب 80 اتمسفره، اگه یه سوراخی ما روش ایجاد کنیم، آب تقریبا یه ارتفاعی تو مایع 800 متر میتونه بره بالا. 800 متر، دو برابر برج میلاد. 80 اتمسفر. نگاه کنید، اگه برج میلاد و 400 همون خورده ای بگیریم، یه لوله ای که توش آب 80 اتمسفر داره میره، یعنی اگه شما وردارید، البته به این راحتی نیست، اون لوله به این نازکی نیست، ولی الان فرض کنید مثلا با یه میخ یه سوراخ ایجاد کنید، این آبی که ازش فوران میکنه دو برابر برج میلاد میتونه ارتفاع بگیره. این عدد و عظمت این عدد رو همیشه تو فیزیک موقعی که یه عددی رو میشنوین اینطوری نگه 80 اتمسفر، 80 اتمسفر، نه، یه مثالی واسه خودتون بزنید بفهمید این 80 الان جای ترسیدن داره. درسته؟ یعنی الان من به شما بگم مثلا پشت این دیوار فشار 80 اتمسفریه، اگه شما فیزیک بلد نباشی میگی خب 80 اتمسفر، ولی اگه یه مقدار فیزیک بلد باشی میفهمی 80 اتمسفر عدد خیلی بزرگیه. خب این آب 80 اتمسفر رو ما میاریم، درسته؟ این آب 80 اتمسفر رو ما میاریم و از توی یک مارپیچی عبور میدیم اینطوری و اینجا حرارت میدیم به این. آها، درسته؟ درست شد؟ چقدر بهش مثلا حرارت میدیم؟ حالا مثلا فرض کنید یه عددی بهش حرارت میدیم، جایی که داره به این حرارت میده میگیم تیه هاش، ما به این میگیم منبع گرم. منبع گرم، منبع گرم، یعنی از یه جایی داریم به این. چی از این خارج میشه؟ بخار آب پرفشار. بخار آب پرفشار، آب بخار میشه. آب پرفشار میشه بخار آب پرفشار. خب شماها نیروگاه رو بازدید کردید دیگه، درسته؟ این قسمت کجا بود تو نیروگاه؟ تو همون نیروگاه قم که رفتیم، اگه خاطرتون باشه یه قسمتی بود که یه حالت شیب دار بود، درام ها بهش میگفتن، میگفت گاز خروجی از واحد گازیمونو میاریم با این آبا رو بخار میکنیم. الان اگه اون بازدید خوب تو ذهنتون باشه میتونید بفهمید که این اتفاق کجای نیروگاه واقعی میافتاد. بخار آب میشه، بخار آب الان فشار داره، عرضم به حضور شما که سرعت مولکولاش فوق العاده رفته بالا، پر از انرژی، تقریبا میشه گفت یه بمب داره از اینجا خارج میشه. ما میایم بچه‌ها این بخار آبو که فوق العاده پر انرژیه وارد چیزی میکنیم به اسم توربین. نگاه کنین توربین، این بخار آب که میاد دقیقا، اگه بخوام براتون مثال بزنم، دیدین که گاهی وقتا که مادرتون کتری آبو میذاره روی گاز و زیرش رو روشن میکنه، آب که به جوش میاد از اون دهانه کتری بخار آب با سرعت خارج میشه، درسته؟ این که اون خیلی کوچیکه در ما، ولی این شبیه اونه. این بخار آب که میاد میخوره وارد این توربین که میشه، این پره ها رو شروع میکنه به حرکت، به حرکت وامی داره و این توربین که میچرخه این پشت هم جنراتوره، این جنراتور به ما برق میداد. شما حتی اینش هم دیده بودید، اینش هم دیدید، این میله یا همون شفتر هم دیدید، پنج تا پنج تا با هم دیگه رفتید بالا، اون آقای مهندس بهتون میگفت اینجا شفت داره میچرخه با سرعت زیاد، اینجا برق تولید میشد. چی خارج میشه؟ بخار آب کم فشار، چون اینجا فشارش رو از دست میده دیگه، بخار آب کم فشار.
بخار آب کم فشار از تو توربین خارج میشه، یعنی بخار آب پرفشار توی توربین فشارش رو از دست میده، حجمش زیاد میشه. بخار آب کم فشار، ما نمیتونیم این بخار آبو بریزیم دور، ما این بخار آبو نمیتونیم بریزیم، چون این آب آب شیر نیست. اگه خاطرتون باشه این آب پهاشش کنترل میشه، سختیش کنترل میشه، نیتراتش کنترل میشه. هر لیتر این آب کلی برای ما هزینه داره. اینطوری نیستش که این آبو بگیم خب حالا برو تو، ما بعدا مثلا شیر رو باز کنیم شلنگ رو بذاریم اینجا. نه بابا، این آب باید پهاشش 7 باشه. اگه پهاشش اسیدی یا بازی بشه، توربینی که قیمتش چند میلیون دلار هست تو از بین میبره. برای همین ما این بخار آب کم فشار رو نمیتونیم رها کنیم، چون این آب آب معمولی نیستش که، واسه تولید شدن هر یه لیترش کلی هزینه میشه. پس ما باید این بخار آب کم فشار رو دوباره برسونیم سر خط. مفهوم چرخه داره اینجا خودشو نشون میده. اگه خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتم چرخه اصلا چه اهمیتی داره، ما میگیم چون اینو باید دوباره بیاریم اینجا. حالا برای اینکه این بخار آب کم فشار رو دوباره برسونیم به نقطه آغازین، اینو میآوردیم توی دوباره یه شبکه‌ای. این آب بخار آب کم فشار، این تازه کم فشاره مثلا 15 اتمسفر. بعضی ها فکر میکنن این کم فشاره یعنی دیگه یه اتمسفره. نه بابا، این 80 اتمسفر پرفشارشه، کم فشارش میشه مثلا 7 اتمسفر، 10 اتمسفر، 12 اتمسفر. یعنی کم فشارش تازه یه عظمتیه. این آب میومد توی اینجا حرارت میداد بیرون. این آب میومد توی دوباره یه سری لوله هایی حرارتشو میداد بیرون. به کجا؟ به تی سی یا کولد، ما به این میگیم منبع سرد. یادتون میاد اینجا کجا بود؟ خاطرتون هست اینجا کجای نیروگاه بود؟ اگه خاطرتون باشه از اتوبوس که پیاده شدیم یه جایی رد شدیم، دست چپمون یه سری پروانه های خیلی بزرگ بود رو ارتفاع، درسته؟ شبیه مثلا این رادیاتور ماشین بود، یه سری کویل هایی بود. اونجا به ما گفتن که بخار آب با چرخش این پروانه ها میعان میشه و تبدیل میشه به آب کم فشار. آب کم فشار، باز دوباره میگم این کم فشاره خودش 8 اتمسفره، 10 اتمسفره. حالا آب کم فشار رو میاریم اینجا توی یک ایستگاه پمپاژ. آب کم فشار رو دوباره تبدیل میکنیم به آب پرفشار. این شکل در حقیقت شماتیک یک نیروگاه بخاره. البته تو هر قسمتش دنیایی از تکنولوژی، دنیایی از مهارت، دنیایی از در حقیقت حقه های مهندسی هست. اینطوری به همین راحتی نیست. شما که اون نیروگاه قوم و توش رفتین و دیدین و اینا، این تازه تکنولوژی مثلا سال 1970، سال 1975 همون شرکت حالا میتسوبیشی بوده که واحد گازی رو داده و اون شرکت ای بی بی آلمان بود که آلمان و فرانسه بود که واحد بخارش رو داده، درسته؟ یعنی یکی از شاخه های شرکت زیمنس گفت هست، درسته؟ برای همین اینطوری نیست. ولی حالا الان که شما نمیخواید نیروگاه طراحی کنید، میخواید فعلا یاد بگیرید، این اتفاق توی یک نیروگاه داره میفته. نیروگاه هم دیگه ابعاد و عظمتش رو دیدین دیگه، با موتور پراید و اینا که قابل مقایسه نیست. ولی بازم اینم تو خانواده هیت انجین ها قرار میگیره. نگاه کنید، بخار آب، آب پرفشار میاد بخار میشه، میره تو توربین، فشارشو از دست میده، منبسط میشه، میاد نمیتونیم دور بریزیم، خنکش میکنیم، دوباره بهش فشار رو وارد میکنیم و وارد این، یعنی این آب توی یه مدار بسته است.
میفهمید؟ این آب توی یک مدار بسته است، اینطوری نیستش که مثلا خارج بتونه بشه، درسته؟ حالا بیایم اینا رو نامگذاری کنیم. جالبه اینا رو نامگذاری کنیم، مثلا این نقطه رو مثلا بذاریم آ، مثلا این نقطه رو بذاریم ب، این نقطه رو بذاریم س، این نقطه رو هم بذاریم د. البته درسته س و د آب هست، ولی بازم حالا بیایم نمودار اینها رو بکشیم. من اینجا رو پاک میکنم، نمیخوام نمودار پی وی اینو برای شما بکشم. نمودار پی وی. خب بچه ها الان تو نقطه آ کجاست؟ گازم نیست ها، مایه است، ولی باز میشه نمودار پی وی شو کشید. فشار یه مقداری، حجم یه مقداری، مثلا اینجاست. خب از نقطه آ که میریم به نقطه ب، فشار ثابته ولی حجم زیاد میشه. چرا حجم زیاد میشه؟ چون آب تبدیل به بخار آب میشه. پس اینطوریه تقریبا. این فرایند آبه یه فرایند چیه؟ هم حجمه. بچه ها از ب تا س، گاز فشارشو از دست میده، حجمش زیاد میشه. چون بدنه یه توربین، نگاه کنید یادتون بود بدنه یه توربین چیه؟ عایق هست. فرایند ب س چیه؟ فرایند بی در روه. این فرایند بسس، این فرایند، حالا یه مقدار بهتر اگه بخوایم بکشیم به اینطوری، این فرایند بسس. یعنی بخار آب موقعی که خارج میشه هم فشارش افتاده هم منبسط شده. حالا فرایند سیده فرایند همفشاریه، چون فشار دوباره توش ثابته ولی حجم دوباره کم میشه. اینطوریه. این اومد نقطه ده. فرایند ده آ، خب آب تراکم ناپذیره دیگه، یه فرایند هم حجمه. دیدین؟ حالا فهمیدین چرخه ها چرا مهمن؟ چرخه ها از اینجا مهمن که یه بار برگردیم به سوالمون اینجا، یه بار برگردیم مرور کنیم مشکلمون چی بود؟ میخواستیم انرژی گرمایی رو تبدیل کنیم به انرژی حرکتی. چرا؟ ما انرژی گرمایی نمیخوایم. الان وسط تابستون من بیام مثلا به شما 40 لیتر نفت بدم یا گازوئیل بدم یا بنزین بدم، به چه درد شما میخوره؟ شما میگه من برق میخوام. برق رو چجوری درست میکنن؟ باید حرکت رو تولید کنن. من گرممه، میخوام کولر رو روشن کنم، من میخوام تلویزیون ببینم، من میخوام یخچال کار کنه واسم، من برق میخوام. پس شما واسه اینکه گرما رو تبدیل به حرکت کنید یه چالش دارید. چه کسی این کارو میکنه و چگونه؟ گفتیم جواب چه کسی اینه که یه گاز. چرا یه گاز؟ گفتیم چون انبساطش زیاده، به خاطر اون منبسط شدن زیادشه که ما داریم یامش. و چگونه؟ گفتیم به وسیله یک چیزی به اسم هیت انجین. حالا این هیت انجینه، این یه هیت انجینه، یه ابر هیت انجینه. نیروگاه‌ها بزرگترین پاور پلنت ها، بزرگترین هیت انجین ها هستن. گفتیم هیت انجین ها از موتور یه ماشین کوچولو شروع میشه تا این، درسته؟ گفتیم چجوری داره تبدیل اتفاق میفته؟ گفتیم هیچی، به وسیله بخار آبو میاریم، آب پرفشارو داغش میکنیم، میریمش توی توربین. توربینو که اگه خاطرتون باشه یکی از بچه ها پرسید آقا مگه جرم این چقدره؟ مگه جرم این توربینه چقدره؟ اون آقای با خونسردی تمام گفت 65 تونه.
65 تن توربین است، جنراتور هم فکر کنم یه چیزی تو مایه مثلا 40 تنه، 100 تن جرم مثل فرفره داشت میچرخید. خب شما میتونید این کارو بکنید یا من؟ هیچ کدوم. ولی این بخار آب میتونه. این بخار آب پرفشار هم داغه هم پرفشاره، میاد واقعا این فرفره، این توربین و جنراتوری که یه جرم شاید 80 تا 100 تنی داشته باشه رو این فرفره میچرخه. بعد خسته میشه این بخار، خارج میشه. این بخار رو نمیتونیم بریزیم دور، چون برای تولید هر لیترش ساعت‌ها هزینه کردیم، زمان گذاشتیم، پول دادیم که پی‌هاشش کنترل بشه، سختیش کنترل بشه، ترکیبات نیتراتش کنترل بشه که آسیب نزنه. اینطوری نیست بعد که این آب اومد بیرون بگیم برو به امون خدا. این بخار آب کم فشار رو دوباره آوردیم، ازش گرما گرفتیم، شد آب کم فشار. آب کم فشار رو با پمپ دوباره کردیمش پرفشار، دوباره اومدیم نمودار پیویش رو کشیدیم، دیدیم اه شد یه چرخه، اه شد یه چرخه. نگاه کن الان تو کدوم فرایند ما داریم به گاز گرما میدیم؟ تو فرایند آبه. تو فرایند آبه داریم ما به گاز گرما میدیم. بچه ها گرمایی که به گاز داده میشه رو همیشه میزن کیوهاش، مثبت هم هست. تو کدوم فرایند داریم از گاز گرما میگیریم؟ Q3D که اینجا منفیه، این مثبت، این منفیه، درسته؟ می‌بینید؟ یعنی یادتون باشه ماشین گرمایی تو یه سری فرایندا گرما میگیره، تو یه سری فرایندا گرما از دست میده. ماشین گرمایی تو یه سری فرایندا گرما میگیره که بهش میگیم کیوهاش، تو یه سری فرایندا گرما از دست میده که بهش میگیم QSC. و در حقیقت کاری هم که داره انجام میده رو ما میتونیم حساب کنیم. نگاه کنید از جلسه گذشته خاطر، این یه چرخه است دیگه بچه ها، این یه چرخه است. چرخه چی بود؟ فرمولش کیو توتال به علاوه QSC. فرایند بسم که کیوش چقدره؟ کیو بسه صفره. چرا؟ چون فرایند بسه یه فرایند بیدروه، خاطرتون هست دیگه، چون چیز شده، عایق شده. کیو توتال به علاوه دبلیو توتال میشه صفر. کیو توتال چی میشه؟ این فرمول مال چرخه بود دیگه از جلسه گذشته. کیو توتال چیه؟ میشه کیوهاش، درسته؟ کیوهاش در حقیقت به علاوه کیوسی، ولی من میتونم بنویسم به علاوه کیوسی، ولی کیوسی منفیه، به علاوه دبلیو توتال میشه صفر. بچه ها این مثبته، این مثبته، این منفیه و این منفیه. دبلیو توتال هم منفیه. چرا؟ چون چرخه چیه؟ ساعتگرده. یعنی دبلیو توتال، دبلیو توتال همینیه که ما اینجا داریم میگیریم. این دبلیو توتال هست، این دبلیو توتال هست. حالا یه جور دیگه هم میتونم اینو بنویسم، میتونم بنویسم کیوهاش منهای قدر مطلق کیوسی، منهای قدر مطلق دبلیو توتال مساویس با صفر. یه جور دیگه هم میتونم بنویسم قدر مطلق دبلیو توتال میشه کیوهاش منهای قدر مطلق کیوسی. یه بار با هم مرور کنیم بچه ها. این کیوهاش همون گرماییه که با سوختن گازوئیل یا گاز ما به بخار، به آب میدیم. این کیوهاشه، این کیوهاشه. این کیوسی اون گرماییه که با چرخیدن اون پره ها چی میشه؟ از بخار آب گرفته میشه. این دبلیو توتال اون انرژی حرکتیه که در توربین
از بخار آب گرفته میشه. یه بار دیگه، این W توتال اون انرژی حرکتیه که در توربین از بخار آب توربین میگیره و باها جنراتور رو. یه همچین رابطه‌ای بین W توتال QH و QSC برقرار هست. و دقت کنید، دوباره دارم بهتون میگم، یه انرژی ما دادیم، یه قسمتیش تبدیل شده به W، اینطوری W توتال، یه قسمتیش خارج شده. بازده این ماشین گرمایی چیه الان؟ بازده این ماشین گرمایی چیه؟ بازده این ماشین گرمایی میشه انرژی خوب مورد نظر ما به کل انرژی. انرژی خوب مورد نظر ما چیه؟ W توتاله. کل انرژی چیه؟ QH. اینو میتونیم اینطوری هم بنویسیم، بنویسیم QH منهای QC به QH. بازده هیت انجین میشه یک منهای قدر مطلق QC به QH. این فرمول هم جالبه، چیز جدیدی نیست ولی جالبه که ما خوبه باز یه مقدار روی این تمرکز داشته باشیم، یه مقدار روی این مطلب، روی این از این ناحیه تا اونجا، روی این ناحیه یه تمرکز، همه ی آن چیزی که لازمه تا شما در مورد یک نیروگاه، یک پاور پلنت بخار بدونید الان تقریبا روی این تابلو هست. تا ادامه بحثو بریم. خب بچه ها، میخواییم یک موتور گرمایی دیگه یا یک ماشین گرمایی دیگه رو با هم دیگه بررسی کنیم، همون ماشین گرمایی موتور یا معروف به موتور بنزین. من اینجا رو یه خط بکشم، درسته؟ حالا یه شکل میخوام برای شما بکشم. نگاه کنید بچه ها، این شکل خیلی مهمه. این بدنه یه موتور ماشینه، بدنه یه موتور ماشینه، نه بدنه یه ماشینا، بدنه یه موتور ماشینه. به این میگیم بلاک یا سیلندر، به این میگیم بلاک موتور یا بلوک موتور. داخل این همونطور که شما میدونین یک چی قرار داره؟ یک پیستون قرار داره، درست شد؟ این پیستون به وسیله یک قطعه، به وسیله یک قطعه به اسم شاتون به این میلنگه، به میلنگ متصل میشه. نگاه کنید یه همچین حالتی مثلا داره، یه میله است. خب چه اتفاقی میفته بچه ها؟ بچه ها موقعی که این پیستون بالا پایین میشه این میلنگ میچرخه. دقیقا چه مثالی براتون بزنم؟ نگاه کنید، شما موقعی که دوچرخه سوار میشید، موقعی که دوچرخه سوار میشید این زانوتون بالا پایین میشه، ببینید، اما اون پاتون در حال دورانه. ببینید بالا پایین شدن این پیستون، بالا پایین شدن این پیستون، پایین اومدن و بالا رفتن این باعث دوران این میلنگ میشه. موقعی که این پیستون میاد پایین به واسطه این میله که معروف به شاتون هست، این پایین اومدن این منجر به چرخیدن این میشه. موقعی که این میرسه پایین این میله اینجاست، ببینید، موقعی که بالاست این میله اینجاست، این نقطه اینجاست. موقعی که این میاد پایین این اینجاست، موقعی که دوباره میره بالا اینو از اون طرف میاره بالا. حالا فهمیدین داستان چه قراره؟ داستان اینه که به کمک این میله،
به کمک این میله به کمک این میله به کمک این میله حرکت بالا پایین شونده پیستون به دوران میللنگ تبدیل. خب میللنگ که به چرخه ادامه چرخش میره منتقل میشه به چرخا، میللنگ که به چرخه جعبه دنده میچرخه که معروف به گیر بوکس یا اصطلاحا هم میگن گیر بوکس ولی در حقیقت گیر باکسه، یعنی جعبه دنده ها. گیر بوکس که میچرخه میلگاردان، میلگاردان دیفرانسیل، دیفرانسیل چرخا میچرخن. پس کی چرخا رو میچرخونه؟ این میللنگ. کی این میللنگ رو میچرخونه؟ این پیستون بالا پایین میشه. حالا ببینیم چه جوری میشه که اصلا این پیستون بالا پایین میشه. این بالا دو تا در حقیقت منفذه. این بالا نگاه کنید، یک منفذ اینطوری، اینم یه منفذ دیگه. دو تا اینجا منفذ یا شیار وجود داره. نگاه کنید، یکیش هوا از توش میاد، از یکی چی خارج میشه؟ دود خارج میشه، درسته؟ چیزایی هم که اینو میبنده به اینا میگن سوپاپ. یه سری شیر اینجا وجود داره، اینم یکی دیگه، اینم یکی دیگه. این دوتا سوپاپ قرمز رنگ که باز و بسته میشه اجازه ورود هوا و دود، ورود و خروج اون. خب با من باشید. خب نگاه کنید بچه ها، میخواییم یه بار با هم دیگه مرور کنیم. این پیستون الان دقیقاً این بالاست، اینجاست. اینجا میزنیم نقطه، مثلا نقطه صفر. پیستون بالاست، این کجاست؟ این اینجاست. اینجا رو میذاریم نقطه صفر. نکنید ما در اصل باید مثلا کل این تابلو رو در عرض مثلا یک ساعت و نیم به 7 تا 8 تا از این شکلا میکشیدیم، درسته؟ تا اینو مثلا شما بفهمید، ولی الان با این اوضاع و این دوربین و اینا باید حواستون الان جمع باشه، چون نمیتونیم الان 7-8 تا از این شکلا بکشیم. این فیلمه میشه به جای فیلم تبدیل میشه به سریال بعدن دیگه، خیلی طولانی میشه، شما هم دیگه نمیتونید تعقیب کنید. الان پیستون بالاست، بالای بالا، این نقطه هم تو نقطه صفره. این سوپاپ باز میشه، من بهش میگم والو، هوا باز میشه. پس تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگم وال، دریچه هوا باز میشه، دریچه هوا باز میشه. نگاه کنید این چی میشه؟ این میاد پایین. این که این بسته است، این که میاد پایین، این پیستون میاد پایین اینطوری، هوا رو از طریق این لوله میمکه داخل سیلندر. میرسیم به چه نقطه ای؟ میرسیم به نقطه اینطوری میشه، این میاد پیستون میاد پایین، میاد اینجا. اسم این نقطه رو میذاریم چی؟ نقطه یک. نقطه یک. بچه ها الان این نقطه کجاست؟ این نقطه اینجاست، نقطه یک. یعنی میللنگ چقدر چرخید؟ نیم دور چرخید. آها، الان بچه ها پیستون کجاست؟ پیستون اومده اینجا، پیستون الان اومده اینجا. این شاتونم اینطوری شده، کاملا قائم شده. خب پیستون اومد پایین، ما به این مرحله میگیم مرحله مکش، مرحله مکش. چی مکیده میشه داخل سیلندر؟ هوا. خب اومد پایین، خب این از این.
خب پس الان این باز شد، نگاه کنید فیلمو باید خوب دقت کنید. تو جزوتون که میخواین این درس رو بنویسین، برای هر قسمت دوباره شکل رو بکشید. درسته؟ الان فیلم شما میبینید. این باز شد، دریچه هوا، پیستون از نقطه بالا، این یه فاصله داره با این سقفا، به این نچسبیده، یه فاصله داره. یعنی الان حجم این چقدره؟ حجم اینجا V1ه، حجم اینجا V1. این دریچه هوا باز شد، پیستون میاد پایین به نقطه 1 که میرسه، این نقطه الان این تو نقطه 1. به این پایین که رسید این بسته میشه. نگاه کنید، بسته میشه. این بسته شد. بسته شد. دوباره این از نقطه 1 میره به نقطه، میره بالا. نگاه کنید، از یه رنگ دیگه، از نقطه 1 دوباره پیستون میره بالا، میرسه دوباره به نقطه 3، از ببخشید 2، میرسه به نقطه 2، از نقطه 1. یعنی پیستون یه بار میاد پایین، یه بار دیگه میره. فقط موقعی که داره میره بالا، اینجا هر دو دریچه چیه؟ اینجا هر دو دریچه بسته هستند. هر دو دریچه بسته. بچه ها دوباره این نقطه برمیگرده به نقطه چی؟ برمیگرده به نقطه به رنگا دقت کن. برمیگرده به نقطه 2. نقطه 2 هم دوباره کنار نقطه چیه؟ پس تا الان میلنگ چند بار چرخیده؟ یه دور. نصف دور مکش، نصف دور. ما به 1 به 2 میگیم چی؟ میگیم تراکم. هوا چی میشه؟ متراکم میشه. ما به این میگیم تراکم. خب الان هوایی که مکیده شده دوباره متراکم میشه. اینجا الان پر از هوای داغه، هوایی که خب تراکم چون اتفاق افتاده، هوا داغ شده دیگه. پس میشه مکش، دریچه هوا باز، دوباره تراکم، هر دو دریچه بسته. حالا رسیدیم به اینجا. در اینجا به این نقطه بالا که میرسه، در یک زمان خیلی کوتاه، مثلا چه میدونم 5/2000 ثانیه، به وسیله یک چیزی به اسم انژکتور که این کناره، نگاه کنید انژکتور اینجاست، به این میگن چی؟ انژکتور. این ورم چیه؟ این ورم یه وسیله یه به اسم چی؟ این ورم یه وسیله یه به اسم شمع، به اینم میگن شمع. خب شما صبح که بلند میشید، میخواییم بیاییم مدرسه، لباستونو که میپوشید، اتکلونتونو بر میدارید یا عطرتونو، به خودتون چند تا اینطوری پس 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 عطر میزنید. کاریه که دقیقا این انژکتور میکنه. انژکتور موقعی که این رسید اون بالا، یه پس توش بنزین میزنه. نگاه کنید، یه اسپری میکنه بنزین. اینه که شما به خودتون عطر میزنید، دو تا سه تا، اون یه دونه بنزین میزنه، یه اسپری بنزین میزنه. مولکولای بنزین میان تو اینجا. مولکولای بنزین که میان اینجا، هوا که هست، بنزینم که هست، هوام داغ شده، هوا پرفشار شده، بنزینم اسپری شده، اسپری میشه، پر نمیشه، پست، یه بنزین. شمعم جرقه میزنه، همه چی هست دیگه، ماده سوختنی، هوا، گرما. این بالا یهو منفجر میشه. در یعنی از نقطه اینجا میرسیم به نقطه 3. ما به این میگیم از 2 به 3
میگیم انفجار. انفجار بچه‌ها تو حجم ثابت اتفاق میفته، یعنی در یک لحظه است انفجار، در یه زمان خیلی کوتاهی اتفاق میفته. یعنی به خودتون میاین میبینید که بنزین اومد، جرقم زده شد، منفجر شد، میشه انفجار. حالا دوباره میاد پایین، دوباره پیستون میاد پایین. این اومدن پایین پیستونو از حالت 3 که میخواد بیاد پایین میرسه به حالت 4، یعنی دوباره این پیستون میاد به حالت چی؟ 4. یعنی حالت 3 هم همینجا شد دیگه، حالت 3 هم همینجا شد. این 3 رو این بر بکشم، اینم حالت 3. دوباره از حالت 3 یه نیم دور دیگه میچرخه میاد حالت 4. ما به 3 تا 4 میگیم انبساط. حالا دیگه پس یه بار از اول با هم مرور کنیم: مکش، تراکم، انفجار، انبساط. چند دور تالا چرخیده؟ مکش نصف دور، تراکم نصف دور، انفجار لحظه ای بوده اصلا چرخش نداشته، انبساط نصف دور. پس تا الان میلنگ ما 1.5 دور چرخیده: مکش، تراکم، انفجار، انبساط. تا الان پیستون ما چند بار پایین و بالا شده؟ 3 بار: مکش 1 بار، تراکم 2 بار، انبساط 3 بار. حالا الان این تو چیه؟ این تو الان دوده، دوده. خب با دود که دیگه نمیشه کاری کرد، حالا باید دود و ریخ بیرون. حالا دوباره از نقطه، خوب دقت کنید، از نقطه 4، از نقطه 4 دوباره میره بالا، دوباره میره بالا. فقط تو این مرحله، تو اینجام هر دو بسته است، هر دو دریچه بسته. تو مرحله آخر دریچه دود بازه، دود بازه است. اینجا میشه چه نقطه ای؟ اینجا دوباره میشه نقطه 0. دوباره بر میگرده. دیدین چی شد؟ یعنی ما به این مرحله آخر میگیم از ابتدا مکش، تراکم، انفجار، انبساط، به این میگیم تخلیه، به این میگیم تخلیه. بعد از تخلیه که این اومد بالا، اینجا دود خارج شد، این باز میشه، دود خارج میشه، دوباره از مکش شروع میشه. میبینید؟ یعنی اینا با سرعت داره تو. بعد ما چند تا پیستون و سیلندر داریم؟ ما توی موتور ماشین 4 تا سیلندر، 4 تا پیستون داریم که به ترتیب هر کدوم از اینا توی یه مرحله است. یکی تو مکشه، یکی تو تراکمه، یکی تو تخلیه است، یکی تو انبساطه. نگاه کنید، به ترتیب هر کدوم از این 4 تا تو یکی از ایناست. انفجار که تغییر حجم نداره. یکی الان موتور ماشین 4 سیلندر دیگه، یه سیلندر داره مکش میکنه، یه سیلندر داره تراکم میکنه، یه سیلندر داره انبساط میکنه، یه سیلندر داره تخلیه میکنه. این وقایعیه که داخل موتور ماشین اتفاق میفته. این 4 تا سیلندر کنار همن. میبینید موتور ماشین یه همچین، یه سیلندر، 2 سیلندر، 3 سیلندر، 4 سیلندر. درسته. یه بار مراحل رو با هم دیگه بریم. مکش، اینا اگه کتابای مهندسی هم بخونین به این میگن مرحله ساکشن، تراکم رو میگن در حقیقت کامپرسشن، انفجار رو تو مهندسی طراحی خودرو بهش میگن کامباسشن، انبساط و اکسپنشن، و تخلیه هم میگن اگزاستشن. 4 مرحله یا 5 مرحله ایه که
موتور داره نفس میکشه با این چهار مرحله. حالا نگاه کنید تو کدوم مرحله، تو کدوم یکی از این چهار حالت داره خودش اتفاق میفته؟ این گرفتین؟ چرا تو این داره خودش میاد؟ چون ترکیده، این بنزین فشار بالای پیستون زیاده، پیستون رو داره هل میده. تو مرحله مکش، تراکم، تخلیه، در حقیقت این مراحل دارن با مرحله انبساط سیلندر کناریشون انجام میشن. اینو فهمیدید یا نفهمیدید؟ این نکته مهمیه. شما موقعی که دوچرخه سواری میکنید، پاتون موقعی که داره یه پدالو میاره پایین، اون کیپاتون رو داره این کیپاتون میاره بالا. فهمیدین؟ موقعی که دارین دوچرخه سواری میکنید، دوتا پاتون رو پدال دیگه، نگاه کنید، موقعی که این پای سمت راستتون رو پدال فشار میدین، این فشار پای شما رو پدال راست این کیپاتون رو پدال چپ میاره بالا. حالا که پای چپتون اومد بالا، پای چپتون رو فشار میدین، پای چپتون پای راستتون رو میاره بالا. یعنی من میخوام بهتون اینطوری بگم، موقعی که دارین دوچرخه سواری میکنید، هر پاتون داره در آن واحد دو تا کار میکنه. یک، دوچرخه رو میبره جلو. دو، اون کیپاتون رو میاره بالا. فهمیدین؟ موقعی که شما دارین دوچرخه سواری میکنید، موقعی که پای راستتون رو دارید فشار بهش وارد میکنید، این پای راستتون داره دوتا کار میکنه، دوچرخه رو میبره جلو، این کار اول. کار دوم، پای چپتو میاره بالا. چرا پای چپتو میاره بالا؟ چون در نیم دور بعدی پای چپتو که فشار میدی دوباره دوچرخه میره جلو، پای راستتو میاره بالا. یعنی هر پا به بالا اومدن اون کیپا کمک میکنه. دقیقا همین اتفاق اینجا داره میفته. نگاه کنید، موقعی که یه سیلندر تو حالت انبساطه، سه تا سیلندر کناری مهمون این فرایند این سیلندرن. لحظه بعدی اون کی سیلندر میره تو انبساط، این ستا مهمون اونه. یعنی شبیه سازی کنید میفهمید، اگه یه ذره فکر کنید متوجه میشه. حالا بیایم این دودم وارد هوا میشه، میره دیگه، همین دودی میشه که ماشین خارج میشه. فراینداشو بیایم بکشیم، فرایندای موتور بنزینی پی وی. خب فرایند صفر یک، بچه ها فرایند 0-1 چیه؟ فرایند 0-1 فرایند مکشه. چه فرایندی هست؟ فرایند همفشاره، چون فشار ثابته دیگه، اینطوری میشه 0-1 V1 مثلا P1، این نقطه 0، این نقطه 1، V2 میشه این، این میشه ویدو، این میشه ویدو، از این بالا تا پایین میشه ویدو. وی یک میشه از اینجا تا اینجا، این میشه وی یک، کل این میشه ویدو. خب حالا فرایند 1-2 میشه تراکم، فرایند 1-2 میشه تراکم، رنگش چیه؟ زرده. فرایند 1-2 دوباره اینطوری میشه، حجمش میشه چقدر؟ حجمش دوباره میشه V1، اینطوری میشه. چه فرایندیه؟ بی در روه. چرا؟ چون خیلی سریع انجام میشه، اینطوریه. این فرایند چیه؟ 1-2. فرایند 1-2 چیه؟ تراکم. من بازم بهتون تاکید میکنم، اینو باید بیارین تو جزوتون. شاید اووردن این تو جزوه فیزیکتون مثلا 2 ساعت زمان ببره، ولی عیبی نداره، یاد میگیرید. فرایند 2-3 انفجار. انفجار چه فرایندیه؟ داره تو حجم ثابت اتفاق، این میشه فرایند انفجار، این میشه نقطه 3. هم حجم دیگه، همون بالا تو حجم ثابت بنزین، شمع، دما و فشار میره بالا. دما و فشار یهو میره بالا.
فرایند 3-4 فرایند 3-4 انبساطه. دوباره حجم میشه وی 2. اینطوری میشه. چه فرایندیه؟ باز دوباره بی در روه. چهار نگاه کنیم بچه، این بی در روه، اینم بی در روه. فرایند 4-0 میشه این 4-0 اینطوری میشه. میاد، ما فرض میکنیم بچه ها فرایند 4-0 رو 4-0 ما فرض میکنیم دو تا فراینده یه بار تو حجم ثابت خنک میشه، میبینید، یه بار تو فشار ثابت حجمش کم میشه. اینو امیدوارم بفهمید. میبینید چی شد؟ یه حقه زدیم ها، اینجا یه حقه اتفاق افتاد. تخلیه رو اومدم یه همچین حقه ای زدم. آها دوباره مکش. آها 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 گرفتیم. نگاه کنید فرقی نداره شما موتور بنزینی دارید یا نیروگاه بخار، ذات دوتا یه چیزه، ذات دوتا یه چیزه. یک گازی گرما رو به حرکت تبدیل میکنه. تو نیروگاه بخار این گاز بخار آبه، تو موتور بنزینی این گاز کیه؟ هواست. هواست. هوا میاد داغ میشه، منبسط میشه، میلنگ و میچرخونه، بعد موتور میندازتش بیرون. اینجا بخار آبه، بخار آب میاد داغ میشه، توربینو میچرخونه، اینجا دیگه نمیندازیمش بیرون. ولی اینجا موقعی که اون هوا رو میندازیم بیرون دوباره یه مقدار دیگه هوا میگیریم میذاریم جای همون، یعنی مثل اینی که اصلا ما اون هوا رو بیرون نریختیم. خوب دقت کنید. حالا توی این فرایند بچه ها تو کدوم فرایند داریم گرما میگیریم؟ تو این فرایند 2-3 تو این کیوهاش، تو فرایند 2-3 داریم گرما میگیریم. گرمای گرفته شده تو موتور بنزینی به خاطر انفجار بنزینه، به خاطر انفجار بنزینه. تو کدوم فرایند داریم گرما میدیم؟ تو تخلیه است. تو این فرایند کیوسی، مثبت منفی. مساحت بچه داخل چرخه میشه همون دبلیو توتال. دوباره چه رابطه ای بین ایناست؟ رابطه همینه، کیوه هاش به علاوه کیو سی به علاوه دبلیو توتال میشه صفر. این که مثبت منفی منفی، قدر مطلق دبلیو توتال میشه کیوه هاش منهای قدر مطلق کیو سی. بازده موتور بنزینی این میشه دوباره، بازده موتور بنزینی میشه قدر مطلق دبلیو توتال به کیوه هاش، یا میشه یک منهای قدر مطلق کیو سی به کیوه هاش. دوباره فرمولا یکی شد. فرمولا چی شد؟ یکی شد. خب هر دو بار بالا پایین رفتن پیستون میشه چی؟ میشه دو دور میلنگ. یه بار دیگه نگاه کنید، هر دو بار بالا پایین رفتن، یه بار دو بار نگاه کنید، یه بار میاد پایین نیم دور، یه بار میره بالا نیم دور، دوباره یه بار میاد پایین یه بار میره بالا نیم دور. پس هر پیستون موقعی که 4 بار بالا پایین میشه میلنگ دو دور میچرخه. تفاوت ماشین ها، این موتور بنزینیه، نگاه کنید، این موتور بنزینیه، این نیروگاه بخاره، درسته؟ تفاوت این دو ماشین گرمایی توی چرخه ها و فرایند های ترمودینامیکیه که طی میکنن. چرخه این این شکلیه، چرخه این این شکلیه، درسته؟ حالا یه شرکت خودروسازی یه موتور دیگه طراحی کرده، اون یه چرخه دیگه طی میکنه،
درسته؟ یعنی تفاوت ذاتی اینا. ولی قواعد فیزیکی حاکم بر موتور ماشین انقدری با نیروگاه بخار چند صد متر مربعی، قواعدشون تقریبا عین همدیگه است که قواعدشون هم اینجا گفتیم. به این در حقیقت چرخه موتور بنزینی میگن که فرایند گرمادهیش توش هم حجمه، اینجا QSCه، باز دوباره با دو منبع گرم و منبع سرد در تماسه. نکته مهم، فوق‌العاده و فوق‌العاده مهمه که شما بدونید گرمایی که به گاز داده میشه کیوهاش هست که مثبته. در جایی گاز گرما دوباره میده به محیط که اون کیو سی و منفیه، و گاز در طی این فرایند دبلیو توتال یا کار انجام شده بر روی گاز منفیه، یعنی گاز داره کار انجام میده بر روی محیط. درست شد؟ و یادتون باشه این نکته، چرخه همه هیت انجین ها چیه؟ ساعت گرد. بحث خیلی جالبیه، یه بحث مهندسی بیشتر تا فیزیک، ولی خب با این شرایط دیگه تا این حدشو دیگه بیشتر نمیشه گفت. این مجموعه و این فیلم یه داستان خیلی جدیه، یعنی باید چند بار شاید این فیلمو ببینید. و یادتون باشه این فیلم نباید تبدیل بشه به جزوه شما، شما باید دفتر فیزیکتون جلوتون باشه، فیلمو که میبینید جزوتونو بنویسید، چون شما نمیتونید فیلمو همراه خودتون وردارید بخونید، که باید دفتر فیزیکتونو همراهتون باشه. اگه لازمه این شکل رو چند بار دیگه بکشید و توضیحات شفاهی ما رو اگه لازمه کتبی کنید و بنویسید، و یه کاغذی همیشه کنارتون باشه اشکالاتتون رو تو اون بنویسید. این اشکالات به درد کلاس رفع اشکال میخوره، همین طوری که تو ذهنتون باشه به درد نمیخوره. امیدوارم استفاده کرده باشید. موفق باشید.